خیلی ممنون ازت. متشکرم. به نام خدا، من روا هستم و اینجا بگو بخند از شبکه نسیم. امیدوارم بگید و بخندید و لذتش رو ببرید به افتخار خودتون. اساس برنامه مسابقه است، ولی ما خوشحالیم خدا رو شکر. بچه هایی که اینجا در حال مسابقن، در کنارش رفاقتی هم شروع کردن، همینطور که دارن رقابت میکنن. یه مدلی شد جمله، انگار از بیرون به من گفتن اینو بگو حتما و اینا، ولی نه اینطور نیست. واقعا بچه ها برای اینکه رقیبشون هم بیاد بالا به همدیگه کمک میکنن. حتما بیننده هایی که تو تلویزیون علاوه بر داخل استودیو پشت صحنه و اتفاقات و حواشی رو میبینن بیشتر میتونن توضیح بدن برای ما. در هر صورت خیلی ممنون از همتون، مخصوصا شمایی که در خونه هستید، به ویژه امشب کسایی که مهمونمون هستن در استودیو، خیلی خوش اومدید، خانواده های محترم و البته بعضی ها مجردی. دست به افتخار خودتون. اگر که میخواید با بگو بخند از طریق دیگه‌ای غیر از اینی که جلوی تلویزیون بشینین یا تکراراشو از شبکه نسیم ببینین در ارتباط باشید، بعد صفحه بگو بخند رو داشته باشین. الان براتون زیرنویس میشه: بگو بخند آندرلاین تیوی. قسمت‌های برنامه، سوالا، ابهاما، ثبت نام دوره‌های مختلفش چجوریه، چجوری می‌تونیم برای تماشاچی شدن اینجا ثبت نام کنیم و همه موارد اونجا هست. اطلاعات برنامه به روز و چیزهای مختلفی که توی صفحه باید باشه. اما در امشب که یکی دیگه از رقابت‌های مقدماتی مسابقه بزرگ بگو بخند برگزار میشه، چهار تا داور محترم و بزرگوارمون هم تشریف دارن. من خدمتشون سلام میکنم. به رسم ادب خانم نظام دوست سلام. سلام علیکم، حال شما؟ انشالله که خوب باشین. شما بینندهای خوب و دوستانی که اینجا هستن، امیدوارم تا آخر برنامه با ما همراه باشن و ببینن انشالله که بتونیم امشب قضاوتهای خوبی بکنیم و اونایی که لایقش هستن بیان بالا. زنده باد. توضیح بدم خدمتتون که 5 تا اجرا میبینیم، 3 تا مستقیم میرن دوره بعد، 2 تا فقط هضم میشن، شانس مجدد نخواهیم داشت. طبق قانون خیلی قوی، محکم، مستحکم و مولای درزش نروی دوره دوم بگو بخند، جناب خمسه. درود و مهر بر شما دوستان بیننده، شرکت کننده های عزیز، همگی خوش آمدید. در یک بیت بگم چی فکر میکنم و چی حس میکنم: که دائم تازه باشه ای سرو آزاد، سرت سبز و رخت سرخ و دلت شاد. شهرام شکیبا. خب استاد خمسه شعر خوند، منم گفتم ایچی بخونم، شعر نخوندن دنیا نرم. اول سلام به همه عزیزانی که اینجان و شما که ما رو تماشا میکنید. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین خردمندان است. امیدوارم که خنده های عمیقی همراه با تفکر همیشه در زندگیتون جریان داشته باشه. زنده باشید، متشکرم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز آقای شکیبا از اون دست به قرمزای شدید فکر کنم. آره، از نیم رخ شبیه آقای فرهاد توحیدی ان، از روبرو شبیه آقای گروچو مارکس. آره، از این ورم شبیه داداش منه. باور کن انگار داداشم. حقا بله، برادر بزرگ است. نه نه زنده باشید. اتفاقا ما تو دوره مقدماتی این بار، حالا تو که خودت حالا یه جای دیگه بود، کارگردان بودی دوره قبلی، ولی این بار یه ذره اصلا بی‌رحمانه تر شده. چرا؟ یعنی قانونش اینجوری شده دیگه، چون باید بعضیا حذف بشن به غیر از شما. حالا من یه چیزی بگم آقای ربا. آقای ربا، الان من تو این مدت، تو این چند مدتی که الان داریم اجرای فصل دو رو میریم، به من گفتن که آقا فکر میکردیم تو مثلا خیلی این سفیده تو باشی همش، ولی اصلا
اخموه تویی؟ من اخموه هم. نه سختگیری. سختگیرم؟ بله. چرا؟ بله نمیدونم. سوال ایشونه. ما همینطوری فکر میکردیم. من هم فکر کنم تو سفید بیشتر بدی. اصلا دیگه از فکر شهرام بیا بیرون. شهرام روبروی توه دیگه. تموم شد. از این ور شبیه هیتلر، از اون ور شبیه خوش. نه؟ فقط سفید. یه ذره زود دعواها رو شروع کردیم. بله بله. آره. بریم سراغ قسمت اول، سری و جنگی. البته جنگ چیز بدیه. سری و صلحی. دست به افتخار خودت. شرکت کنندای عزیزمون میخوایم یه مقداری گپ و گفت کنیم، ببینیم از کجا اومدن، میخوان توی چه بخشی شرکت کنن. یه سری تخته دستشونه که باید جواب رو روی اون واسه ما بنویسن. اولین سوالم از شما اینه که بگید که اسمتون چیه و میخواید توی چه بخشی شرکت کنید. من وحید خاکی هستم در بخش استنداپ. رحمان اوجاغلو در بخش نمایش. منم مختار مرادی هستم با رحمان جان توی. علی اکبر مدرس زاده هستم، شاعر. من مبین زبیر نجات هستم، استنداپ. علیرضا کلامی شه. بعد به ما بگید که از کجا اومدید بدون اینکه اشاره مستقیمی به شهرتون بکنید و روی تخته هاتون هم باید بنویسید. به به، از اینجا شروع میکنیم. شما که نمیگفتیم از لهجت معلوم بود که یزدی هستی، قطاب و اون پشمکه. بله بله متوجه شد. شما اون چیه؟ شما بگین چریم. هر چیزی میتونه باشه اونجوری که شما ما کارمون طنزه، نقاش نیستیم، اما آزادی اگه خدا قبول کنه. میدون آزادی. شما آقای مدرسی؟ ایران کوچک، عکس بدنساز. که میشه کجا؟ کرج. میشه کرج. معروف بدنسازی دیگه. اون چیه؟ این تمشک جنگلیه. نماد شهر ماست. که شهر نیکا. اینم سرای زاغمرز شهر نیکاه که از بالا. نه از همین مستقیم روبروی این شکلیه. خیلی هم خوشگله. من بد کشیدم. من عوض میخوام از همشهری ها. شما اون چیه اونا کشیدین آیه؟ اون زبان چینیه. زبان چینی نوشتم. از چین اومدین یعنی؟ نه از ایلام اومدم. چینی نوشتم. وقتی که بچه بودین دوست داشتین موقعی بزرگ بشین چیکاره بشین؟ لاستیک فروش. اینو بکشین. بیا بکشین یا بنویسین. دوز. ولی خیلی خوب تا اینجا اومدین. اون چیه؟ این توپ فوتبال. دوست داشتم توپ فوتبال بشی. موقع بچه بودی؟ توپ فوتبال بشی؟ برای اینکه همیشه توپ باشه. نه من اصلا میخواستم بخوادم زمین برم هوا، دیگه کسی ندونه تا کجا میرم. فکر میکنین از کی قرمز بگیری؟ به مسابقه؟ هیچ کس. آقای علیرضا خمسه، آقای علیرضا خمسه، ایشون نقاشیشو کشیدید؟ خمسه. خدا شاهده اگه یکی من... عکس منو اینجوری میکشید من بهش قرمز میدم. حتی خواستم بهش بگم دماغ شبیه آقای عباسی. خیلی ریسک کردی این کار کردی شما، ولی روحیاتش و اخلاق شبیه آقای خمسه. آقای خمسه. خب شما برای مدرسی که شاعر هستن یه کوری بخونید. ای کاش که راه دیگری باز شود، کمتر به اراجیف شما گوش کنید. نه بابا خوشحالم با شما هم گروه هم، چون مسیر صعودم خیلی همواره. وای این چی بود؟ خب اینم از گپ و گفت امروزمون با شرکت کننده های برنامه. بری بقیه شد. الو الو بابا کجایی؟ من قرار نداشتیم با هم، با تو همون پارکم دیگه. مختار پاشو بیا دیگه، همیشه دیر میکنی ها. باشه قربونه، میبینم از زود. بیا خداحافظ. جانم پاشو. بله بله پاشو جانم.
باشو من نشستم قربان شما بفهمید باشو بابا جان قربان نکن باشو میگم من عزیز من نشستم عزیزم سن... چیه با کلمات بازی نکن باشو میگم نه میگم باشو عذرخواهی میکنم ببخشید آفرین پسر من بزرگتر میگه باشو کوچیک بفهمید عذرخواهی میکنم بفهم بیا بش بش اینجوریه بعد همینجوری تربیت بشین آقا اوه کم میاد رحما چی رحما جان قله رو فتح کردی جدی میگی رحما بیا پای منم ببینم خوشگله بذاری منم ببینم ببین بیا نگاه این مجسمه یکی از شاهزادگان دوران صفوی می باشد. یه ذره اونورتر رنگ کن. چش. عزیزم اونورتر. دارم رنگ میکنم. قربونت برم. اینورتر. اجازه میدین دارم رنگ. اجازه میدی که اونورتر. آقا اونورتر شما خیلی دست دستور. عزیزم شما اوستا منم من میگم اونورتر. مگه اوستا کارگریه؟ بله. برو آقا من با این بعض اصلا کار نمی کنم. بدرک کار نکن. گم شو بایی. یا علی. آماده ای پهلوان. پهلوان آماده ای. این پهلوان قبل اینکه این زنجیر پاره کنه یه دوران میزنه هر کی داره 2000 تومان نداره 1000 تومان نداره 500 تومان کف دست این پهلوان بذار. نظر از جلوت ناامید برگرده. هر کی میخواد این پهلوان ناامید برنگرده. جلو زن بچش خار و زنی نشه بلند بگو الهی امی. الهی امی. لال دنیا ندی بلند بگو الهی امی. الهی امی. هر کی میخواد هیچ مریض جلو زن بچش خار و زنی نشه بلند بگو الهی امی. الهی امی. برای اون شهرانده تمام صدای جمعونه میشنوی آماده ای قبل اینکه این زنجیر پاره کنه وقتی این پاره کرد هر چی میخواد این پهلوان قلبش از تو سینه‌اش رو زمین نیفته و رو زمین نتبه بلند میگه الهی آمین پهلوان اول با این وزنه نمایش بده مردم لذت ببرن با این وزنه نمایش بده مردم لذت ببرن پهلوان پهلوان این نمایش بده مردم لذتش ببرن ممنون میشه ماشاءالله پهلوان آماده زنجیر پاره کنی ماشاءالله برو ببینم یا علی مدد ماشاءالله پهلوان یه چیز زد بیرون این چیه؟ پهلوان چیه؟ پهلوان برو ماشاءالله پهلوان این هی میزنه بیرون این چرا اینجوریه؟ برو ماشاءالله ای بابا پهلوان این هی میاد بیرون اینا چیکارش پهلوان داری چیکار میکنی؟ خراب شد این تکون این هست شو ماشاءالله برو یکم سریعتر عزیزم یه مقدار سریعتر من مدرسه بچه رو چیکار کنم؟ مدرسه بچه رو من حساب میکنم شما بفرمایید. آه اجاره خونه. اونم دیگه به عهده من فقط بیا بیرون. درست میشه ان شاء الله درست میشه. درست میشه. شرط. 60 متری شوراباد. پیاده میشم عزیزم مرسی. بفرمایید. قابل نداره. فدات شه. بفرمایید. سلام. خدا نگهدار. من مثل دلو خواجه قایزر قایزر. ای وای خواهش تو سرم ای بابا چی شد آقا زده من معذرت میخوام آقا ببین چه بلایی سر من آقا من چه این کارو کردم شما این کارو کردی آقا تو خودت اینجوری بودی نه خدا شده اینجوری بودم خدا آقا چه قسم میخوری اینجوری بودم الان شما زده خب ببین بیا درست کنم زنگ بزن اورژانس اورژانس چیه بیا آقا بیا درست کنم چجوری درست کنم مگه متشکرم ممنون. چند وقته همون نرفتی؟ یه سه ماه میشه. ای بابا چه چرکی لول میشه. اسیر بودم حقیقت. کجا؟ خونه خانمم نمیذاش بیام بیرون. زنزلیلی؟ نه خانمم رو دوست دارم. خاک دوست داره. نه هر چی اون بگه است دیگه. آی. حالا کجا میخوای بری؟ یه مراسم داریم. ای به سلامتی ان شاء الله. زنده باشی دعوتش مبارک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من مردم. من زدم. داداش من بود. آقا من زدم. من قهرمان. باشه این سری رو تو قهرمان. بریم. به خدا بس. بریم مشخص میشه. چی مشخص من خودم دیدم مواد دادی دست یارو. اون اومد از من گرفت. پس یعنی تو کاسبی. من کاسب حساب میشم؟ آقا وقتی مواد دادی کاسبی. چی حالا بریم. باشه آقا بریم بالا. پایین بالا. پایین شمشیرهایی که برای ما میسازی باید آخته و تاخته باشند ابا یزید حتما همین طور است آقا شکست این اتفاق شما در نکن خیلی متشکرم خیلی ممنونم قابل نداره قربونتون برم مهمون ما باشین خدا نگهدار کجا آقا خود کدی قابل نداره نه دیگه یه اصطلاح دیگه آقا کدی قابل نداره نه میگم گفتم شما پیشاشو قابل نداره آقا میگی من میرم آقا نه خواهش میکنم 226 تومان چقدر 226 تومان 226 بله مگه گوشت توشه انقدر گوشت توشه آقا این همش چربیه نه گوشت توش هست استخونه آقا گوشت توش نیست گوشت توش هست گوشت توش هست گوشت توش آقا گوشت توش گوشت توش هست آقا گوشت توش هست گوشت توش من که راضی نیستم برو راضی باش برو آقا بجا به افتخار استاد مرادی عزیز خیلی ممنونم بفرمایید متشکرم
خیلی متشکرم. سپاسگزارم، خیلی ممنون. تشکر میکنم از عزیزان. امروز بحث راجع به فرزند آوریه. توجه داشته باشین. فرزند آوری خیلی مهمه. وقتی فرزند میارین دو نفر بعدی رو انتخاب میکنن، این دو نفر بعدی رو همینجوری دو نفر همو که انتخاب کردین، بحث پرزنت خیلی مهمه. تا میتونین گول بزنین، خف کنین، پول بکنین. هی پول بکنین. تشکر میکنم. خیلی ممنون. بزنین به افتخار دکتر اوچاخلو. بفرمایید. داور دقت کن. چه خبرته؟ آقا پام خورد خورد. پات خورد بیدار میشه الان؟ اه بیدار میشه. خب آقا اصلا دزدی نمیام. دزدی نمیام دیگه، ما تو دزدی هستیم اومدیم. یعنی ما الان دزدی؟ ما دزد حساب میشیم. یعنی ما دزدی؟ آره خوشحال باشی. خودش یه هنره. بیدار میشه. من میرم ساکا رو برمیدارم تو بیارم. پس برو. آماده ای؟ برو آرزو. باشه. برو آفر. وزنه 1500 کیلو رو میخواد بالای سر ببره. ماشاءالله. وزنه رو بالای سر میکشه. وزنه بازیش میده. ای بابا. آفرین. باید تمرکز داشته باشه. وزنه رو میبره بالا. میبره بالا. کمک. حالا کمک میخواهش. بذار زمین آقا. بذار زمین. آروم آقا. آروم آقا. آروم مراقب باش. آروم. عالی شد. خیلی ممنون. دمت گرم. آفرین. داره میسوزه. حواسم است. خوشگوشت سو. حواسم است. عزیزم حواسم است. شما چپو نگاه میکنی راست میزنی. آقا حواسم خوشوش اینا اینا دل قلبه است. خود داری میسوزونی. آقا نمیخوای همینی که هست. نمیخوای. آقا جمع کن. دارن جمع میکنن. جمع کن. بشین. یواش یواش. داداش شیفت دزدیدی ما. یواش چی؟ باشه. بودو. یواش برو. آره برو. صدا آقا صدا. بله. دوربین. آ دوربین ببخشید من خوابم بود. بفرمایید. دوباره میریم. صدا. بله. دوربین رفت. دوربین رفت. کجا رفت؟ همین الان رفت. آقا من دارم قاب میبندم. کار داشت شفیع بند. کجا رفت صدا؟ بله. دوربین رفت. آقا کی میره من نمیفهمم. من حواسم نبود 2 دقیقه رفت الان برمیگرده رفت سرویس. صدا. بله. دوربین رفت. بره زدم تو دهنت. حرکت. ای چی شد؟ قلبم. خب بابا جان میگم چیز سنگین بلند نکن قربونت برم. چی شد بابا؟ پسرم. بابا جان جونم. من دیگه عمرم به دنیا نیست. نگو بابا به خدا تو دار و ندار منی. فدات شم. قربونت برم. فقط بعد مرگم 3 میلیارد گذاشتم زیره. آفرین. کجا؟ زیره. کجا؟ زیره. زیره کجا؟ اون زیره رو بگو بابا. بابا. آه زهرمار. بالا سر آدم داد نمیزنن. نماردی مگه؟ چرا قلب نه داشتی میگفتی 3 میلیارد زیره. 3 میلیارد چی؟ 3 میلیارد پول دیگه. مال منه؟ آره دیگه. 3 میلیارد من پول دارم. نداری؟ نه خودش. آقا نه دارم. نداری؟ دارم. آره. خب کجا؟ گذاشتم زیره. آفرین همین. زیره. بابا اینو بگو بعد بمیر. بابا اورژانس. الو سلام چطوری؟ نه خوابه به خدا خوابه. وایسا ببین خوابه دیگه. بیا خوابه. تو نباید بخندی اینا باید بخنده. خوابه. من میزنم اینا بیشتر میخندن. اول تو قد کن بابا قد کن دیگه. رحمان. بله. بابا پاشو. چی شده؟ چی کار میکنی؟ ساعت چنده؟ ساعت 6. من نگفتم 3 منو بیدار کن. چی گفتی؟ من پرواز دارم. پرواز چی؟ دارم میرم. کجا؟ میرم خارج درس بخونم. تو اگه می‌خواستی درس بخونی آدم شی اینجا آدم می‌شدی. آخه برمیگردم. اونجا بری هیچی نمیشی ها. حالا می‌بینیم. نرو. خداحافظ. آفرین. یه ذره اینورتر تمیز کن. آی قربونت برم. یه ذره اینورتر پسر جان. عزیزم. تو تمیز میکنی اینا دست میزنن تو همه تمیز میکنی. خب چیکار کنم؟ درست تمیز کن. آقا من اومدم اینجا درس بخونم. این غلط کردی. تو درس بخون بودی میموندی تو مملکت خودت درس میخوندی. اینجا اومدی فقط با شیشه تی تمیزکاری. ببخش نمیخواد الان تمیز کنی گند زدی به شیشه. چش. ساکای خانمو وردا ببر. چش. همه رو اتاق 60. چش. خدا آفرین. چش. رحمان من برگشتم. رحمان چطوری؟ خیلی شک کشتی بین 250 گرم و 260 گرم حالا شیر مادر و نان پدر حلاله. نکن آقا مختار. نکن داداش. آقا تابلو نکن. تابلو نکنه بابا. آقا رو تابلو نکن دیگه. مامورا میفهمن. به خدا من کاری نکردم. داداش بذار برو همه یه بار من تو من غلطی کردم. میزنم بالا چپ بالا راست. بالا چپ. خیلی تون میرین عزیزم.
تو اگه میخوای چشم سالم باشه، تیزبین باشه، اصلا اینو بگو کجاست. این بالا پایین چرخه. نه نه این چیه؟ این بالا پایین چرخه. عزیزم این داره میچرخه. آه راست میگه. اصلا بشین پشت دستگاه. چشم ببخش. بشین عزیزم. معذرت. آفرین. یه ذره اینورتر. اینجوری. چه مدلی بزنم؟ این بالاشو کوتاه، همون دورشو بزنی ممنون میشه. چه جوری؟ یه جوری بزنی که پرپش معلوم بشه. آخه کچل بالاش چه جوری پرپش بشه؟ دیگه ریخته دیگه. خب عزیزم یه ذره اینورتر کن. آف اینجوری؟ خوبه. آفرین. پاسپورتی می‌خواستین دیگه؟ برای شناسنامه می‌خوام. ای وای خاک تو سرم، اشتباه گرفتم. ببخشید یه بار دیگه. آها. عالیه. مرسی. آقا گریمش آماده است بازیگر. بفرمایید بره پشت صحنه. جانم. جانم. بله. پاشو. جانم. پاشو. من نشستم، بفرمایید اونورتر بشین. پاشو. این همه صندلی. میگم پاشو، بگو پاشو چشنیه. اسخای می‌کنم، بفرمایید، بفرمایید. آفرین پسر خوب. میرم اونور میشینم. آقا نه من شوخی کردم. چرا؟ نه بشین. می‌خوام بشینید. نه به خدا. من نه نه خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. نه بفرمایید. آخه شوخی کردم. چه شوخی؟ من فقط داشتم تست می‌زدم ببینم آیا من جذبه دارم یا نه. خیلی جذبه داشتم. من بازیگر هستم. وای. به خاطر یه نقش داشتم تمرین می‌کردم. اصلا بهتون می‌خوره. من عذر می‌خوام. امیدوارم موفق باشید. من خوشحال شدم با یه بازیگر در کنارتون. میشه یه قهوه مهمون من باشین؟ خواهش می‌کنم. افتخار من. بفرمایید. متشکرم. بفرمایید. زنده باشید. متشکرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. وای. خب. چقدر خوب. اینا گروه میمره بودن که میان دوباره براشون دست بزنید. خواهش می‌کنم تشریف بیارید. مختار مرادی، رحمان اجاقلو. اینا به نظرم باید بستریشن. حالا اینا که شوخی میکنم، ولی وقتی صحبت از همه چیز در کنار هم مثل متنو که معمولا جاهای میلنگه و اینا میکنیم، این بچه ها نمونه خوبی هم، واقعا عالی، ماشاءالله. من به عنوان بیننده میگم، حالا داوره حتما بیشتر توضیح میدن. فکر کنم شهابم سفید میخواست بده. ببین یه اتفاقی افتاد، خود به خود سفید شد اونجا. نه الان اینجایی که من میبینم سفید نیست. 4 تا سفید. شهاب نظرتون؟ بچه ها خسته نباشید. ای گروه میمره. شین این هستم. خسته نباشید. من همش حس میکردم یه کنترلی دستی دیوونه یهی داره کانالا رو عوض میکنه. آره میگم واقعا. هی کانال عوض میکنه، از هر فیلمی یه سکانسی میدیدیم. خیلی خوب بودید. خیلی وقته. چند وقت دارین تمرین میکنین اینو؟ ما اینو خیلی وقته. حالا رحمان بوده 10 سال پیش ما اینو توی جشنواره بردیم. بعد 10 سال اونجا هم حالا جایزه‌شو گرفتیم. آها. برای جشنواره آموزشگاه کل کشور بود که روحشون شاد آقای امین طارق این رو برگزار کرده بودن. رفتیم کاندیدای بازیگری اول شدیم خدا رو شکر. بعد از 10 سال که قسمت شد بیایم اینجا، این رو آوردیم برای ارائه خدمت. یه روتوشی زدین دیگه. قطعاً آپدیتش کرد. چون 10 سال پیش دزدی نبود، ولی شما گفتین دزدی هنره. بله. الان یه ذره زیاد دزدی بود، هنر نبود. هنر نبود. یه جرم بود. خیلی خوب بود. دستتون درد نکنه. توقع ما رو بردید بالا دیگه. بله. امیدوارم یه 10 سال دیگه تمرین کنی، یه جای دیگه بیای. اینا از بچهای خوب و پرطرفدار تئاتر آزاد تهران هم هستن. خیلی مردم دنبالشون میکنن. آفرین بهتون بچه‌ها. و اینی که من گفتم شما واقعا عجب دیوونه‌ای هستید و زیاد میشنوید نه؟ خدا رو شکر. خیلی خوب. آقای شکیبا بفرمایید. خیلی خوب. ببین همیشه دنبال این بودم که آیا مثلا میشه توی نمایش هم یه اثری ببینی که یه رنگ و بوی از دادائیزم مثلا توش باشه. ببین دادائیستا شعر گفتنشون اینجوری بود که کلمات روزنامه رو قیچی میکردن میریختن توی سطل ور میداشتن میذاشتن کنار هم میگفتن این شعره. یه اعتراض بود دیگه به بعد از فضا بعد جنگ. بعد اون تلطیف شد از توش سورئالیسم در اومد. این یه خورده این حالا هوا رو داشت، یعنی قطعاتی که جز یک زنجیر خیلی باریک چیز دیگه اونا رو اصلا دلیلی نداشت به هم وصل کنه. فقط یک حرکت، یه اکت خیلی کوچولو، این دسته، حرکت دسته، شیشه پاک میکنیم، حالا بای بای میکنیم، یه چیز اینجوری. و قرارم نبود پیامی بدیم. به نظرم نمایش برای نمایش و خنده برای خنده بود. انقدر اجرای خوبه و شیرین بود که کافی بود دیگه. چیز بیشتری آدم انتظار نداره. متشکرم. آقای خمسه بفرم. بله. یه اصطلاحی این روزا در مورد تماشای فیلم‌های کمدی هست
بین همکارای ما، میگن که اگر یه فیلم خیلی ضعیف، مخصوصا در کمدی، در ژانر کمدی، یه فیلم ضعیفی ساخته میشه ولی خیلی پرفروشه، تمام گناهاش بخشیده شده و تمام اشکالات شما میتونیم رفع کنیم. البته این یه دیدگاه بیزینسی یا تجاریه، ولی از دیدگاه فنی ما به این فکر میکنیم که خب اگر بتونیم یه کار کمدی چه در عرصه نمایش چه در عرصه سینما انجام بدیم که نقص کمتری داشته باشه و فروش بیشتری داشته باشه و به طب نظر خواص همراه با عوام رو جلب کنه، حتما بهتره. در مورد کار شما، اگر هدف ایجاد خنده باشه کار موفقه، ولی اگر که بخوایم با یه دیدگاه پرفکت یا کمالگرا نگاه کنیم، شما جای تمرین و جای کار خیلی دارید. شما میتونید از عنصر صدا جدا استفاده کنید، یعنی دوتا بازیگرن که دارن یک برش از چیزهای کومیک رو در کنار هم میچینن، مثل یه غذایی که از هر نوع در کنار هم داره و چیده شده، و جایی ما صدا رو نمیبینیم، جایی برعکس صدا رو میبینیم و صدا عنصر کومیک میشه. من خیلی دوست داشتم تو این کاری که دوست داشتم موقع تماشا و گفتم اگر هدف کلی ایجاد خنده باشه حتما موفق بوده، شما مثلا از پانتومیم الان از حرکت بدن استفاده کردید، منتها در چیز در خیلی چی میگن خیلی خصیص عمل کردید، در بادی لنگویج بیش از این میتونستید از بدن استفاده کنید. من رأیم سفیده، ولی به عنوان یک کسی که معلم این کار هستم خیلی دوست دارم که شما عنصر پانتومیم رو به کارتون اضافه کنید و بعد بخشهایی فقط رو صدا با. پس یک صدا رو اضافه کنید، دو بخشهایی ابداً به عنوان وسیله بیانی بیشتر استفاده کنید. خیلی خوب. متشکرم خانم نازم دوست، خسته نباشی. خیلی حالا خیلی دور نیستن اینا، تهرانن بچه ها، باشه پیاده اومدن نبوده، آلوده عالی بودن به نظر من. تسلط داشتین، ارتباط با مخاطب و تماشاچی داشتین، دارین اجرا رو انجام میدین، بلا فاصله ارتباط هم برقرار میکردین، خیلی خوب بود. و خلاقیت که اصلا انقدر خلاق بودیم و انقدر خندوندیم ما رو که ما کلی لذت بردیم. بله عالی، ماشاءالله. مختار و متشکرم. رحمان بکنم، مختار بچه شهریاره درسته؟ من بچه اندیشم. اندیشه، آره آره. و رحمان چی؟ من اسلامشهر. اسلامشهر، آخ ببین از اسلامشهر میاد. واقعا سلام به مردم اسلامشهر. سلام علیکم. دیگه اسلام شهری داریم اینجا؟ فقط به خودت سلام. خواستم آدم خواستم به خاطر همین. آره کمن زنده باشی. خیلی ممنون. چهار تا سفید میبینیم اتون به افتخارشون دست بودم. خیلی ممنون. برم آمادگی؟ نه بریم. بریم. میدونیم بازی مورد علاقه بوزا چیه؟ نه مینج. ببین باید نه آب بخوری، باید خاکی. میدونی چرا؟ چرا؟ چون گل میشی تو معده. باید بگو. میدونی پرتغال ها لباسش رو کجا میذارن؟ تو کیف تامسونیک. تامسونت. آره. من داشتم به دختر خالم رانندگی یاد میدادم، دور دو فرمون رو دو بار کامل بهش توضیح دادم، بعد بهش گفتم متوجه شدی؟ گفاره. گفتم که مطمئنی؟ گفاره. گفت فقط این که به من بگو برای دور دو فرمون یه فرمونش اینجاست، اون یکی فرمون کو. میدونی به ماهی که تو بانک کار میکنه چی میگن؟ میگن فیش بانکی. یه یارویی میره مغازه میگه آقا سلام. یا سلام، شما خیارشور دارید؟ میگه که بله بله. میگه خب میشه خیارهای منم بشورید؟ خب یک صفر شد، برو. یارو کی؟ یک صفر. شما الان یه امتیاز منفی دارید. نه آره یعنی آره. یک نشست. آره. یه بار شما بار خندیدی. بگو خانوت خود برو. میگه میدونی چرا ماشین آردیو نباید بشوری؟ خمیر میشه؟ خمیر میشه. خامیر میشه؟ خامیر میشه؟ خط ماست میشه؟ خیلی
حد زد آفر خیلی قشنگ حد زدش خندید شما دو امتیاز منفی شما یه سو من خودم برای شوکه رو کنم میدونی دریاها وقتی به هم میرسن میخوام برای همدیگه دعا کنن چی میگن؟ چی میگن؟ میگن خدا اون قط بده اقویانوسا نبود؟ ما دریاهامون به همین چیز داداش ابو ریحان بیرونی میدونی اسمش چی بوده؟ من خیلی بوده؟ نه خیلی ابو گیشلیز بیرونی بوده چرا شم بلیله یا شم بنیم بلیله بداشه همون شد آبا بردیم بعید بیا خیلی خوب بود خیلی خوب بود چی شد؟ نگرفت شما برنده شد اینا سه بار با سه بار دست نزن دیگه سه بار خندیدن من باختن بریم بخش بعدی رو ببینیم سلام سلام امیدوارم حالتون خوب باشه خوبه یه دست دیگه به افتخار خودتون بزنید آقا استنداپ کمدی مال خارجی هاست سیت داون کمدی مال ماه ما اصلا دلیل میارم براتون جناب آقای غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری اینا چهار نفر نیستن ها یک نفر اسمش چارتویه ایشون میفرماید که برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران یعنی وقتی وایستادی میتونی قصه نخوری ولی نشستی دیگه میتونی بخندی ما هم دور هم جمع شدیم که بخندیم کی تو این جمع خدمت سربازی رفته هر کی رفته دستشو بیار بالا من ببینم آ شما خب موفق باشین دانشگاه خیلی جای عجیبیه یعنی انقدر عجیبه که حتی آدمای توش هم عجیبن مخصوصا تازه واردا هر جای یه اسمی دارن مثلا توی خدمت سربازی بهشون میگن آشخور یا مثلا توی دانشگاه بهشون میگن کمتر آدم جای دیگه چیز دیگه میگیم حالا کمترم اخلاقای به خصوصی دارن مثلا وقتی وارد دانشگاه میشن کت شلوار مشکی کتونی آدیداس سفید کیف سامسونت نقره‌ای بعد فکر کن کیف سامسونت نقره‌ای رو باز میکنه دفتر مردنکبودی از توش میاره بعد فکر کن به استاد ترمودینامیک کاربردی میگه دبیر اجازه برای درس شما دفتر شست برگ بیاریم خوبه بعد شما فکر کن اینجا استاد میفهمه که عمق فاجعه چیه یهو چنگیز از ته کلاس با اینقدر سیبیل میگه که آقا اجازه ما دشویی بریم مرد تو الان میاد میرسی شرخر میشدی اجازه نگیر برو بعد تو دانشگاه هنر و خلاقیت موج میزنه علل خصوص تو در و دیوار نوشته علل خصوص حالا توی دستشویی آخده بعد شما فکر کنید که توی دانشگاه هنوز چیزهای جالبتر داریم مثلا اینکه من کشف کردم مشکل از درسوه مگر نه ما کلی آهنگ حفظیم مثلا توی دوران کرونا ثابت شد که یه سری درسو آهنگونه بود ما اینا رو خیلی به شدت یاد گرفتیم مثلا همراهی کنید نانای افعل و فولا، نانای اکبر و کبرا، نانای اصغر و صغرا یا مثلا یه دبیر عصبی بود اینجوری میگفت میگفت که مازیش بشه خف نه، امرش میشه خف نه پس هون نمیشه خف نه، انجون نمیشه خف نه خوشتون اومده همکاری بالا بعد مثلا یه درسی داشتیم توی بحث نگهداری گل و گیاه و اینا بود که شاعر میفرمود که گل منو اذیت نکنی ریشش رو خوش نکنین بعد من بگی کسی سمتش نیا بعد اینجا تموم نمیشه یه کشف دیگه راجع به دانشگاه آقای روان من قبل از اینکه برم دانشگاه میگفتم که الان اونجا همه من میدیدم کتابای 2000 صفحه‌ای میخونن اینا بعد رفتم دانشگاه دیدم مثلا این کتابا رو نمیخونن فقط میخرن یعنی به مرحله بعد نمیرسه بعد توی دانشگاه بهترین چیز فکر می‌کنی چیه؟ رفیق یعنی شما فکر کن سر کلاس معادلات دیفرانسیال نشستی نیم ساعت استاد درس داده هیچی نفهمیدی یعنی هیچ دستاوردی نداشتی بعد رفیقت کنارت اینجوریه بعد میزنی رو باش میگی مثلا حسن چیزی فهمیدی؟ میگه ها؟ میگم حسن میگم چیزی فهمیدی؟ میگه آها یعنی اونم مثل تو هیچ دستاوردی نداشته بعد این ور نگاه میکنی میبینی یک نفر داره تونتون مینویسه میگه داداش تو چیزی فهمیدی؟ میگه نه
میگه با چی داری تون تو مینویسی؟ برگر میاره بالا مینه آه داره تمرین امضا میکنه. مهندس جعفری. من گرمم شده آب بخورم، یه دست به افتخار خودتون میزن. دین دی دین دی دین دی دین انتخابی مطمئن. پیام بازرگانی وسط اجرا بود. انتخاب مطمئن، من برم بالا آبروتون حفظ میشه. یه دستی که به افتخار خودتون بزن. بعد خدمت شما عرضم که این رفیق من از بیپولی افسرده شد، یعنی خیلی افسرده شد. بعد منم آدمی نیستم رفیقمو تو شرایط سخت کنم ولش بکنم، منم رفتم کنارش افسرده شدم تنها نباشم. بعد با هم رفتیم پیش روانشناس، گفتیم که آقا، گفت بله، گفتیم که ما افسرده شدیم چیکار کنیم؟ گفت شما برای تلطیف روحیه بهتره پت بخرید. پت به زبون مازندرانی حرف جالبی نبود، گفتی پت خودتی. بعد گفت پت یعنی حیوان خانگی. گفتیم آها خب باشه، میریم میخریم. رفتیم یه دونه پرنده فروشی، گفتیم که آقا ببخشید. گفت بله. گفتم که ما یه دونه توتی میخوایم. گفت برای چه کاری میخوایم؟ گفتیم تلطیف روحیه. گفت آخ یک دونه دارم خوراک خودتونه. یه دونه توتی گرفتیم، قبراق سرحال شاداب اومد زندگی ما رو دید، توتی افسرده شد. بعد افسردگی شدید گرفت، یعنی انقدر حالش بد شده بود سیگار میکشید. بعد نه یک نخ، دو نخ، سه نخ، پاکتی دیگه میکشید. به سوی رفتن این سیگار از دستش گرفتم، گفتم که نکش دیگه. بعد من نگاه کرد گفت چیگار کردی؟ نه 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 چیگار کردی؟ به من میگن رمزون شرخر، شاید شر نباشم ولی تا دلت بخواد خر هستم. دست بزنی، دست بزنی. متشکرم. تمام یه تیکه مونده بود. تمام. من باشه تو ادامه بده، ولی من هی ازت تشکر میکنم. آه تشکر میکنم. آره. آره. بعد این توتی خیلی عجیب بود. توتی برزیلی، ساکن ایران، لهجه مازندرانی. بعد لهجه بیسی که شده بود مازندرانی، لهجه دومش برزیلی بود. یعنی مثلا میگم ها، یه حرفای مازندرانی میزد، ما متوجه میشدیم. از یه جایی به بعد یه حرفای مازندرانی میزد، ما متوجه نمیشدیم. فقط بابا بزرگم میفهمید، دیکشنریش قوی شده بود. بعد مثلا برای شعبده بازی میکردی میگفت سا دکل چیکار کردی؟ یا مثلا میخواست آب بخوری میگفت برو کنار سسکه نشی، یعنی برو کنار آب نباشه رود. بعد فکر میکنین آهنگ چی گوش میدادین عزیز دل؟ چی؟ باریکلا شعبون کت خدا، باریکلا باریکلا مرد با خدا، اندی برده مه شهر نکا، اندی برده مه شهر سوری، خوشتون اومده ها. بعد این از یه جایی به بعد حالش خیلی بد شد. بعد همینجور افسردگیش بیشتر میشد. بعد ما هر کاری میکردیم خوب نمیشد، میبردیمش دارو بهش میدادیم خوب نمیشد، روانشناس خوب نمیشد، مدیتیشن میکرد خوب نمیشد. بعد دیگه دیدیم حالش خیلی بده. یه روز رفتم سراغ قفسش، دیدم نیست، رفته. تخمه هاشم نخورده پس فرستاد. بعد دیدم یه دونه وصیت نامه گذاشته. این وصیت نامه رو آوردم که واسه شما بخونم. یه دست به افتخار خودتون بزنید. حالا من که رد دادم، ولی شما واقعا منتظرین من وصیت نامه یک توتی سخنگو که سیگار میکشه رو واسه تون بخونم؟ مگه اصلا توتی وصیت نامه اصلا مگه مینویسه؟ توتی من فقط نقاشی میکشه. استاد شکیبا شما خوب با توتی من آشنایی دارین، چون خودتون یه کتاب نوشتین گردوی چارگوشه، یه گردو دارم چارگوشه. خیلی مخلصی. اگه من قبول بشم حتما توتی رو میارم که ببینین. حتما. خیلی متشکرم. متشکرم. خیلی متشکرم. اگه تموم شد گرمم اینو دار بیام. آره تموم شد. تموم شد آخ جون. البته بشین اگه کمرت اذیت بشه. اخیراً یه اتفاقی براش افتاده. سلام اینو. آره باریکلا. به افتخار مازندران. ببخشید پشتم به شما. خب. مبین ذبیحی. مبین ذبیحی 24 سالشه. اهل نکاس. چند تا خصوصیت داره. یکی اینکه ایشون خیلی شناگر خوبی بوده قبلا.
و سیکس پک داشته، الان خب ایربگ داره بیشتر. البته دوستاش بهش میگن توپل شده اینا، خودش قبول نداره، میگه استخون بندیم درشته، قبول کن به نظرم. خب درباره موبین بهتون بگم، گفتم اهل نکاس دوست، نکته جالب داره، بعضی از این آدمایی که بامزن، اینم به نظرم نمک و تو خاک و خون و نمیدونم نژادش انگار داره، میگه که ما توی نکا میوه‌مون تمشکه، مثلا نمادشونه. میگم ها همینه که مثلا میایم لب جاده ما میخریم و اینا، میگه نه اینا شبیه تمشکه، اینا غذای گاوه، به شما میفروشیم. اونا که مزه نداره مثل که پیلمه اونا. آره خلاصه اونا رو نخریم، حواسمون باشه. البته یه تعداد کمی هستن، تماشاگر نمان. خب یه نکته دیگه، سر خورده بعد بیماری رو تو رو خدا نگاه کن، سرخوردگی مهره کمر داره. حالا اون که انشالله خوب میشه، ولی مسخره نیست؟ مثلا مهره های کمر کارشون اینه که محکم باشن، مثلا اینجوری وایسادن رو هم من مهره کمرم محکم باشته داشت. نه ما تو کمر آقای زبیعی هستیم. اه؟ یعنی چی؟ میپرسه چی شدی و میگه سر خورده. آخه من میشه، من اینو تا الان نشنیده بودم. اسپوندیلیزیسه اینی که تو داری؟ آره خیلی با کلاسه. باش رعیا رو میبینیم، یه دونه سفید از خانم نظام دوست داریم و حتما بقیه داورا موقعی که توضیح دادن میفرماین. شهاب جون ازتون خواهش میکنم که بفرمایین. موبین جان من دوست داشتم که با یه قفسی بیای داخل و استندابت رو از همون موقعی که توتی بحث توتی شد ادامه شروع کنی. یعنی دانشگاه و اینا به نظر من انقدر دستمالی شده از شوخیاش، تکراری هم بیاتن، یعنی زیاد شنیدیم راجع به محیط دانشگاه، محیط سربازی، محیط دبیرستان، ولی این که یه رفیقی داشتی از اینجا شروع میکرد، یه رفیق داشتم افسرده بود، رفتم افسرده شدم، رفتیم یه توتی خریدیم و شروع شد. به نظر من اوج کمدی استندافت، من نمیدونم، حالا دوستان حتما متخصصن و نظر میدن، بهتر از من اشراف دارن، من اینجوری دوست داشتم. و یه چیزی هم مینداختی تو اون قفسه که میگفتی حالا باهاش آشنا شید، میکشیدی اون وصیت نامه توی قفس بود که در می آوردی یه شوخی هم رو اون میزدی. من اینجوری دوست داشتم ببینم، حالا نمیدونم نظر دوستان. بازم معذرت میخوام. رأی چی؟ کلاژ بود انگار. رأی سفید میدم. سفید. امیدوارم که توی اجرای بعدیت غافلگیری بیشتری داشته باشی. نه مهم نیست طولش، عرضش مهمه، طولش خیلی مهم نیست. خیلی متشکرم. خواهم رزان دوست شما بفرم. من کلا دوستش داشتم چون خیلی شیرینه، قشنگ قنده. خب وقتی حرف میزنه آدم دوست داره بشنوه، همراه بشه باهاش. منتها یکم متن طولانی بود، من میخواستم بگم تو ادامه دیگه نده. کاش همونجا تموم. آره آف. یعنی یه جایی تمومش کنی، چون واقعا یه کلید واژه است. یه موقعی خود عبدالله میگه متشکرم، یعنی که بدون یه جایی داره بهت میگه که آقا مثلا یه ذره سرتاشو هم بیار و خوبه، به خاطر اینکه داورا خسته نشن و امتیاز خوب بگیری. ولی کلا من دوست داشتم، دوست دارم که موفق بشی و ان اگر رأی بیاری بری بالا. خب ببینیم نفر بعدی، آقا شهرام سفید میده قرمز. بله موبین جان، اولا اگه میخوای این کار رو ادامه بدی تحت هیچ شرایطی لاغر نشو. جدی میگم، ببین کمدینایی که چهره های چاق توپل وقتی لاغر میشن دیگه اون شیرینیه 70% انگار میره. قبول دارید؟ حالا نمیخوام مثال بزنم، همه برامون عزیزن و دوستامونن. حیفه این توپولیه کمکت میکنه. دو، یه خورده باید هوشیار باشی. هوشیاریه کجاست؟ کجا لهجه استفاده کنی، کجا نه؟ کجاها رو خط بزنی؟ ببین شوخیات اینجوری خطیه. بله میدونی چیه؟ اینجوری 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 اینجوری. میدونی زندگی ما رو دید افسرده شد، سیگار میکشید پاکت پاکت. تو فقط به این فکر کن که توتی رو آورده بودیم خونه، آقا روز دوم رفتم دیدم این قفس رو دود گرفته، گفتم جایی سوخته، نگاه کردم دیدم داره سیگار میکشه. همون شوخیه ولی ضربه میخواد،
اینا رو باید یه بار دیگه بنویسی یا یه نویسنده وارد پیدا بکنی که اینا رو برات بازنویسی کنه. تو وقتی با نمکی یه جوک قدیمی رو تعریف کنی آدم میخنده چون با نمک میگی، ولی به شرط اینکه نمک خودتو بهش اضافه کنی. خیلی ممنون آقای خمسی جان. به خاطر اینکه چهار سفید نباشه. یعنی خب منم رأیم ببخشید قرمزه. آره به دلیل اینکه نه من رأیمو عوض آره به دلیل اینکه حجم بیشتر، یعنی شاید دو سوم حجم مطالبی رو که به عنوان متریال یا موضوع کمدی انتخاب کرده بودی قدیمی بود، یعنی اون بخش دانشگاهش، بخش توالتش، همه اون بخش منهای بخش توتی که تازگی داشت که همونطور که دوستای من گفتن کاش عنصر قالب یا اصلا سوژه اصلی استنداپ تو میشد همون توتی و ماجراهای من و قفس توتی و خود توتی. برای همین خودت حیف کردی، یعنی حجم قالب کارت رو با تکرار مطالب و جوکایی که ما شنیده بودیم و یه مقدارم یاد باشه به امید حق اگر خواستی ادامه بدی حتما روی ریتمت کار کن. ریتمت کنده بس. یعنی میتونی نشسته باشی ولی گویشت نباید نشسته باشه، گویشت باید سرعتش از یه عابر معمولی بیشتر باشه و تندتر حرکت کنه. یک دنیا بس. متشکرم، آرزوی موفقیت برات. متشکرم مبین ذبیحی عزیز که باید باش خداحافظی کنیم توی این قسمت. بچه ها بهش کمک میکنن و میره پشت صحنه. سه تا سفید چون چهرام شکیبا رأیش آخرین لحظه برگردون و یه قرمز از آقای خمسه. بریم قسمت بعد. سلام برسون به میدون بگو زاغ نکا سر زاغمرز. زاغمرز دارید اونو هنوز؟ آره آره. سلام به نکا و سلام به زاغمرز. بکردین تموم شد به همین راحتی؟ نه سخت در اشتباهی. دو تا دیگه از بازیگرای گروه بازیگران بگو بخند اومدن برای اعاده حیثیت با شمارش من. 3 2 1 برو 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 بیا دیگه. با نتیجه 3-1 این بازیگران بگو بخند هم باختن متأسفانه. ای بابا نه سب کن سب کن ما به دماغشون باختیم. بریم بخش بعدی بریم بخش بعدی برو. هنرمند بعدی شاعر هستن، از استان ایلام تشریف بیارن شهر قشنگ زرنه. ایشون زرنه ایشون توضیح داره هنوز نه اون زرنه رو میشه دیگه اصلا خود بی خود ایشون میشه. یه مقدار رنگ صورتشون سبزه هست، سیاه هم نقش سیاه هم زیاد بازی کردن. یه قدم هم بلنده چون شب یلدا به دنیا اومدم. یه ساکت منزوی. آهان کباب مخصوص گوشتخاراشونه. اونجا یه غذایی هست گیاهخوارا میخورن ظاهرا، البته حالا ایشون میگه ولی من میدونم اینطور نیست، همه میخورن، به نام ترخینه. کی بله میشناسه؟ بله ترخینه. آفرین. ترخینه برای دوستایی که دارن تماشا میکنن، اگر که 300 گرم ترخینه رو با 300 گرم سبزی که تره و جعفری باید غالب باشه، 50 گرم نخود، 50 گرم عدس، گیشنیز و اسفناج هم تو سبزی‌ها باشه، به اضافه 50 گرم لوبیا چیتی اگر که خوب قوام بیاری،
میتونی ترخی نداشته باشی. نظام دوست شهاب میشه فردا بپزینی از اینا بیاریم برا ما؟ نه مال مریضی های سخت عالیه. ببین ترخی نه از کجا بیارم؟ از زابل بابا گیاهش هست دیگه. بابا گوگل گل پایگان هست؟ میگن گل پایگان هست. ترخینه یه چیز جامدیه. باشه. پایش گیاهیه. بگیریم من درست میکنم. آقا یه تریخ خیلی دیگه درست میکنم میارم و اگه تماشاگرامون عوض نشن و بعضیاتون باشید میخوره. ولی ترخینه رو شوخی نگیرید. ترخینه سرطان هم خوب میکنه. بنده خدا شاعره اون پشت وایساده. نه میگه اینا خود اینا یه مش ماهرن ما اون شاه. من فکر کنم واقعا بعضیا گرسنه‌شونه اصلا برای اطلاعات عمومی گوش نمیدن. پس فردا نهار ترخینه. ترخینه. آقای علیرضا غلامی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر باشه. نمیدونم آیا رواق داشتین غیبت من می‌کردین، من صدا ضعیف داشتم به هر حال. چیزای خوب گفت. یه چیزای شنیدم دیگه، ان شاءالله خیر باشه. بله خیر خیر. داشتن برای هندیا نیستن؟ برای دیگه ببین مال سبزه بودن. یه ویژه رو دار. آره. قربان شو. چای ویژه ای. مرسی. همه ایلامی ها همینجور خوش تیپن. شما دست داری. یه چند تا ربایی میخونم. شوخی با داورها هست آیه روا. در شیر و عسل نشسته دست و پایت، لای پر قومی گذرد شبهایت. ما را تو چگونه داوری خواهی کرد، وقتی که تکان نمیخوری از جایت. یعنی حتی به علیرضا فقانی هم اشاره داشت. تا همینجاش ربطی به داورای ما نداره. نه خب نظام دوست رو میگفت دیگه. واسه چی؟ خیلی معلوم بود شهاب عباسی و گفت. نه تکون نمیخوره از همینجا میشینه. حالا نیست که شهاب روزی 20 کیلومتر میدوه این پشت. خب بخون بخون غلامی جون. چنان زلفت فراوان سبیلت. چنان زلفت نه دیگه مال شماست. مال شما هم زلف داره هم سبیل. این مال آقای شکیم. چنان زلفت فراوان سبیلت، دوای درد هجران سبیلت. واقعا چه چیزی دیدی از داور کناری، که تا این حد پریشان سبیلت. نشونه شما هم میدم. الکتریسته ساکه بودش. خب و آیه خمسه برحال یه الهامی هم از خود آیه شکیبا استاد شکیبا گرفتن. دیگه همسایه میگه با یه همچی دو بیتی دارن خودش. دماغی بود و عدسه آفریدند. عدسه؟ عدسه؟ عدسه. دماغی بود و عدسه آفریدند. پس از آن حس خلسه آفریدند. چهل دندان به یک فک جان مودند، سپس استاد خمسه آفریدند. آفرین. آخه من برای ضروری گفته بودم که سبیلی رو به سروی نست کردن. آخه روح شاد. روح شاد. بله باشه. انشاءالله شما زنده باشید استاد خمسه. قربونی شما برم. شوخی بود به هر حال. غلامی جون خودتون تنگ پرداز اینو غلامی جون ما اینا رو میدونیم. نه آخه برای اطمینان فکر میکنیم جدی اومدی. نه آقا خب باید اسم برنامه اسم برنامه ما اصلا شوخی نیست. بگو بخند. بسیار. یعنی شما میگی ما میخندیم، بعد ما میگیم تماشاگر شما گریه میکنیم. متشکرم. متشکرم آقای غلامی. ممنونم. خب خانم رضام دوست نه بذار اول آقای شکیبا صحبت کنم. آقای شکیبا قرمز دادن. آره بعد ما حرف بزنیم. ببین اینو من نمیتونم از تو به عنوان یک شعر طنز بپذیرم. قرار نیست شعر هجو یا هزل بخونیم که محدودیت ها دستمون رو ببنده. ما قرار نیست چون میخوایم طنز بگیم حرف بد بزنیم یا مضمون ناجوری بگیم که نشه توی جمع گفت. این که اصلا طنز نیست. یعنی اگر اینها هم توش باشه که نمیشه باز. ولی خودت بسنج با بقیه شعرهایی که بچه های دیگه خوندن، دوستای دیگه خوندن.
اونها شعر طنز خوندن، لب تیغم را رفتن، ولی این طنز نیست، یه شعر بی ایرادم هست. متشکرم شهاب جان، نکته‌ای داری؟ همه گفته‌ها رو شهرام عزیز گفتن. حالا من نمیدونم، من واقعا سفید نیستم، قرمزم نیستم. حالا میخوای نگه دار بعد تصمیم. آره بذارید آقای خمسه بفهم. عرضم به حضور شما که اینجا شعرها نه از لحاظ اوزان یا وزن و قافیه و به صلاح صنعت ادبی بررسی میشن، نه از لحاظ کیفیت محتوای به اون معنا. چون اسم برنامه بگو بخنده، من یکی فقط از همین منظر به هر قسمت نگاه میکنم، چه پانتومیم باشه، چه شعر باشه، چه نمایش دیگه یا موزیک باشه، فقط نگاه میکنم و گوش میکنم به مخاطب که این شعر که داره قرائت میشه چقدر خنده گرفت. متاسفانه از این منظر نمره قبولی نداره کار شما. خیلی عذر میخوام. خیلی ممنون. منم فعلا خانم نظام دوست ایلان دوره. میدونم یه نکته بگم جا. پشت صحنه ازم سوال پرسیدن که مثلا دوست دارین از کی قرمز بگیرید. من واقعا نوشتم که دوست انشالله هر چهار تا داورمون به من قرمز بدن. چرا؟ اگه لطف بکنن هر چهار تاشون قرمز بدن من چرا؟ واقعا همینو یه دو سه ماه دیگه چهار تا بله واقعا شدید آیه عباسی شما هم قرمز بدید. من دوست داره دیگه. از ته دل خواستم چهار تا قرمز بگیرم، شما هم چهار تا قرمز بدید. کار شما را میفته امشب. مرسی. خیلی ممنون. واقعا دست قوی. اولین باره اینقدر دستم مفید واقع شد. به طوری سلطان. خب استنداپ کمدین وحید خاکی 24 ساله بوده، حدود 7 ساله 21 ساله از یزد، از سال گذشته هم میشناس. خیلی من یزدم که رفتم، مهمون نواز خوبیه. هم نه فقط من سری چتر کردی؟ جا؟ اینجا شناسایی میکنی میری چتر میشی؟ نه بابا رفتم اجرای برنامه. نه اصلا این پسر دیگه. پسر گلیه خواهم نظام دوستم میشناستش. آره حالا به کارش ما دخالتی ندارم، حالا شاید چهار تا قرمز بگیره، ولی بچه با معرفت. دفعه پیش گله. اتفاقی افتاده به روام میگین؟ دفعه پیش چون صدای استدیو ضعیف بود. آره. حقش آره. پایمال شد چون صداش با کیفیت نرسید به داورا و اون چیزی که باید میشد اتفاق نیفتاد، ولی پسر گل با جنبه با همون لبخند رفت، دوباره الان برگشته تو دور مقدمه رفتن. یزد همدیگر رو دیدن، شماره کارت روا رو گرفت. پدرش خیلی رو درس خوندنش حساس بوده، گفته یه تجدید بگیری دیگه درس تعطیل. تو دبیرستان یه سال 8 تا تک میگیره، باباش میگه فقط کار، ولی تو کار دیگه آزادی. دوست داری بریم مثلا تراشکاری؟ دوست داری بری کجا؟ خودش میگه من نقاشی ساختمون دوست دارم و گچ کشی. میگه خب پس برو جوش کاری. یه مدت هم اینجوری میگذره. علاقه من میشه خلاصه به این حوزه و یزدم که میشناسی، توضیح زیاد ندم مگه اینکه چیز خاصی یادم بیاد. خواهش میکنم وحید خاکی رو تشویق کنیم. ممنونم. اسم من وحیده، ولی تو خونه به هم میگم وحیده، چون مامان بابای من خیلی دختر دوست داشتن و اینکه سه تا پسر داشتن، تا اینکه قرار بود من به دنیا بیام. و چون قدیم سونوگرافی و دستگاه تشخیص جنسیت بچه وجود نداشت، بزرگای فامیل از ظاهر مادر میفهمیدن که بچه پسره یا دختره. مثلا عمم میگفت که این مامانش دماغش گنده شده، این بچه 100% دختره. یا مامان بزرگم میگفت مامانش موهاش چرب شده، دیگه قطعاً دختره. یکی بیبی سکی داشتم، این همسایه، میگفت مامانش مغز نداره، بچهش دختره. اصلا ربطی نداشت. این با مامان من لج بود، کلا تیکه میداخت مامان من. با
بعد بابای من خیلی خوشحال شده بود از این قضیه که قراره یکی دختر به دنیا بیاره. رفته بود کل سیسمونی من رو تا 20 سالگی دختر نخریده بود. بعد یک عروسک هم خریده بود، روزا تو خونه تمرین میکرد. اینو منداخ بالا میگه وای وای وحیده، دختر بابا وحیده، نازش بشم وحیده، داغش نبینم وحیده. یه مامان اومد گفت که مرد خجالت بکش، این چه حرفیه جلو مردم، بده من عروسکو. عروسکو گرفت خودش گفت وحیده جونم بیا، دردت به جونم بیا، وحیده عمرم بیا، داغت نبینم بیا. شاید باورتون نشه آقای شکیبا، اصلا متن من شعر نداشت. ما بابام اضافه کردن که امتیاز شعر از شما بگیرم. آره فکر کنم با این وزن قافی اصلا امتیازی هم نگیره. بعد روز موعود فرا رسید، روزی که قرار بود من به دنیا بیام، بابام پشت در بیمارستان قدم میزد تا اینکه من به دنیا بیام. یه دفعه پرستار اومد گفت آقا مبارک باشه، پسر کاکل داره تو دنیا اومد. بابام یک نگاه پشت سرش کرد گفت با من هستید؟ گفت بله. گفت نه واسه ما دختر بوده. گفت نه آقا پسر شما دنیا اومده. ماشاءالله. گفت که نه بچه ما دختر بوده. گفت آقای محترم من دارم میبینم پسره. گفت که بچه من دختر بوده پس جا به جاش کردن. گفت آقای محترم 9 تا بچه دنیا اومده، 9 تایش پسرن، شما اگر دختر دیدی بردار ببر. که بابام دختر دید برداشت رفت. نگهبان جلوشو گرفت گفت آقا کجا؟ گفت خودشون گفتن دختر دیدی بردار ببر. گفت آقا گفتم بچه یه دختر، نه اینکه پرستر ما رو داری ببری. بابام گفت خب اینم جای دختر من. گفت آقا نمیشه، پرستر رو برگردون. پرستر رو برگردون خیلی عصبانی و برگشت بره. دکتر گفت آقا کجا؟ گفت پرستر رو برگردوندم. گفت خب نگهبان ما رو کجا میبری؟ گفت آقا بیا بچه خودتو بردار ببر. گفت من بچه‌م دختر بوده جا به جا شده. گفت آقای محترم داره میگه 9 تایشون پسرن، بیا داخل خودت تماشا کن. بابام اومد تو، رو اولی رو برداشت دید پسره، دومی رو برداشت دید پسره، سومی رو برداشت گفت که پس این دیگه کیه؟ این دیگه کیه؟ پرستار گفت آروم باش، اینم پسره، فقط موهاشو عروسکشونه کرده. بعد بابام به بابام گفت ببین بچه خودتو اینجا خوابیده، چقدر آروم بچه به این نازی. خانم نزم دوست دیدید بچه که دنیا میاد برعکسش میکنن، یکی میزنن پشت کمرش. بابام همونجا پامو گرفت یکی زد تو کمره، گفت بچه نمال آروم بچه. بعد بابای من در ظاهر دختر بودم، در باطن پسر بودم. کلا تو کوچه و خیابون اصلا کلا من دختر نبودم و با دخترها باید بازی میکردم. بابا من رو من خیلی غیرت داشت، میدید با پسرها بازی میکنم منو میزد. یه بار از سر کار اومد با ماشین داشتم با پسرها بازی میکردم، شلوار صورتی پام بود، کفش صورتی و دامن بنفش و موهام هم تا اینجا بود آیه عباسی. بعد گوشام هم ببینید سوراخ نکردن، یعنی مامان بزرگم نذاشت، یعنی اینقدر بابا حساس بود. بعد بابام که از سر کار اومد با ماشین تا دید دارم دنبال با پسر بازی میکنم به قصد تربیت اومد، گازش میداد و میومد. شانس من ماشین بابام ژیان بود، اون روز با پاترول شرکت اومده بود. این پاترول هر جا من میرفتم میومد، از هیچ کم نمیتونستم کمک بخوام چون هیچ که باورش نمیشد بابام به قصد تربیت میاد. بعد من رو سنگ میرفتم میومد، رو خاک میرفتم میومد، از تپه رفتم بالا اومد، حتی از تیره برق رفتم بالا آقای خمسه، نه اونجا نیومد، اومد بغل تیره برق و از اونجا سعی میزد میگو بیا پایین. گفتم بابا چه کار کردم؟ گفت بیا پایین دارم میگم. گفتم خب چه کار کردم؟ گفت بگه نه گفتم با دخترها بازی کنی. گفتم بابا دخترها با من بازی نمیکنن. گفت چرا؟ تا 4 روز بیشتر بازی میکردن. گفتم خب بابا الان 30 بیل دارم دیگه بازی نمیکنم. بعد بابام گفت بیا پایین. گفتم بابا میترسم بزنیم. چنان گفت ای که تیره برقه، گفت برو پایین دیگه، الان میاد بالا منم میزنه. خب ای که تیره برق صحبت میکرد برای من عجیب نبودن، ای که تیره برقه یزدی صحبت میکرد برای من خیلی عجیب بود. بعد بیانش هم از من بهتر بود. اومدم پایین و فرار کردم. بابام با ماشین دنبال افتید، همچنین من بودو بابام بگاز، من بودو بابام بگاز. یه دفعه دیدم من بودو بابام نگاز، صدا نمیاد.
نگاه کردم دیدم ماشینش خراب شده داره هول میده. دلم به حالش سوخت، گفتم برم کمکش کنم. گفت بیا هول بده روشن بشه با هم بریم خونه. گفتم باشه. رفتم هول دادم ماشین روشن شد، دوباره دور زد دنبالم افتاد. من بود و بابام بداد، من بود و بابام بگاز. توی کوچه یک پسر بچه داشت بازی میکرد. تا ما رو دید فکر کرد این آدم دزده یا بچه دزده. بعد اونم همراه من فرار کرد. من بود و اون بود و بابام بگاز. من بود و اون بود و بابام بگاز. من بود و اون بود و بابام بود و شاید بگه چرا بابا بود و بابام بزرش تموم کرد. اونم پشت سر ما میدوید. بعد این پسر بچه خیلی دخالت میکرد. همش میگفت که میگم ها. گفتم ها. گفت چرا شعبت صورتیه؟ گفتم نگاه جلو باشه. گفت میگم ها. گفتم ها. گفت چرا کفشت صورتیه؟ گفتم نگاه جلو باشه. میگم ها. گفتم ها. گفت چرا موهات بلند؟ گفتم بابا نگاه جلو باشه. یه جای دیگه آیه عباسی، من بودو اون بودو بابام بودو، من بودو اون ندو بابام بودو. این ویه یار نیستم، میخوام نکته اخلاقی بودم. همیشه سر تو لاک خودتون باشه که مثل این نخوره تو تیره برخ. من بودو بابام بودو، من بودو بابام بودو، من بودو بابام بودو. رفتم تو خونه، تو بغل بابام، تو بغل مامانو. امترین جا کجای خانم نظام دوست؟ مامان. بغل مامان. مامانو گفت بیا عزیزم، بیا دورت بگردم. یهو منو گرفت، علی بیا گرفتمش، علی بیا، بیا گرفتمش، علی بودو بیا. که بابام اومد منو گرفت، تحویل بابام داد. و اون روز من تا صبح کتک خوردم به خاطری که با پسر بازی کردم. بله آقای خمسه، من وحید بودم ولی اونا وحید دوست داشتم. به افتخار. بله تشویق خیلی ممنون. خانم نظام دوست، شما که چند تا دختر بودین تو خونه، قبلا پسرها عزیزتر بودن؟ همیشه بابا به سرا. نه نه بابا، همه دوستای من الان میگن ما دخترمون رو بیشتر دوست داریم. شما الان نگاه کن، مثلا کسی که پسر داره دختر داره پسره رو بیشتر دوست داره. نه بابا اینجوری نیست، میگن خدا شاهده. اونایی که فکر کنن پسر عزیزترن دست بزنن یه لحظه. اونایی که دختر بیشتر دوست دارن. بابا عوض شد، بفرما آقای خمسه که اصلا خب آره ما پدر نمونه. دو تا دختر دارم. خدا حفظشون کنه، خدا حفظشون کنه. ولی از این ور ما شهرام رو میفرستیم به مبارزه. اصلا واقعا، ولی واقعا اینطور بعد دختر نداره. من چهار تا پسر دختر داشتم. ولی حسی که مثلا، ولی منتظر دختر بودی؟ میگن بچه پسر باشه دیگه فرق نمیکنه دختر پسری. ولی دخترها بابایی هن، پسرها مامانی. نسل آره. ثابت شده است. آره این که هست داره. دو تا سفید از شهاب عزیز و خانم نظام دوست، یه قرمز داری از شهرام شکیبا. آقای خمسه شروع بفرمایید و بعد چراغ روشن. به نظر من کارت موفق بود، شیرین بود. خب طبعا راه درازی در پیش روی داری و تجربیات متعددی باید کسب کنید. من فکر میکنم که روی ریتمت، چون عنصر بسیار بسیار مهم توی کمدی ریتمه، ریتمت هنوز تا ریتم مطلوب فاصله داره. قصه ها رو میتونی یه خورده گسترش بدی تو همین شوخی هایی که پسر همسایه و دخترهای همسایه و اینها، هنوز جا داره تو همین قصه خاص، هنوز جا داره شخصیت های فرعی دیگه ای وارد بشن و کمکت کنن. من رأیم سفیده. خیلی ممنون سفید. سفید مخصوصا که عالی به نظرم شروع کرد، کم کم فرود اومد. حالا صحبت میکنن دوستان، خانم بفرمایید. نه من دوست داشتم به نظر من. به خدا میدونی وحید اصلا کلا شیرینه و خیلی من دوستش دارم، چون دفعه پیشم واقعا حسم همین بود. اصلا به خاطر وحید من جنگیدم که حقش خورده شده با اینا. وحید ریتمت خیلی بهتر از دفعه قبل بود. دفعه قبل ما مثلا خب کلمات رو خوب نمیشنیدیم، خیلی وقتی داشتی یزدی صحبت میکردی متوجه نمیشدیم، ولی الان خیلی روش کار کرده بودی. یعنی دفعه پیش خیلی بهتر شده بود، موضوع با مزه بود، ما رو همراه کردی با خودت. من اینا رو دوست داشتم دیگه. به نظر من کارتو داشتی درست انجام میدادی. بله. و احساس کردم که باید شعر به دل عاشقی با نشسته. نه خب دفعه قبل واقعا یزدی باستان صحبت میکرد، عجیب بود. البته تو این فاصله بچه ها روی یزدیشون هم کار کردن. شهاب جان ریتمی حالا نه، ولی تایم طولانی بود. من فکر کنم که
چقدر شد اصلا خودت فکر کن چند دقیقه شد؟ من تمرینی 7-8 دقیقه نمیذاشتم زیاد بشه، حالا نمیذار شاید دست و اینا هم بشه. الان بچه زمان گرفتیم چقدر شده؟ به نظرم حتما که از 7-8 دقیقه بیشتر شد. ببین نباید این اتفاق بیفته دیگه، چون اون مطلوب تو 7-8 دقیقه است. اینجا به خاطر احساسی برخورد کردن تو لحظاتی، حالا بده بستونای بداهی شاید وارد متنت میشه، طولانی میشه. هر ثانیه‌ای که دیگه از اون 7-8 دقیقه بیشتر میشه یه ضربه یه به کیفیت کارتون. شهاب جان دقیقاً وقتی صحبت ریتم میشه همین اشکالو میپوشونه، یعنی متن و جای دیگه کار میکنن 8 دقیقه است، اینجا با ریتم کند میشه 10 دقیقه. بله بله قبول دارم. وقتی بحث ریتم میشه این فشرده که بشه خلاهاش گرفته بشه درست داره. بله قبول دارم. وحید برو قوی، امید زیادی داری. یه چیزی بپرسم ازش، الان شما ترک تحصیل کردی؟ بله. الان چی کاره ای؟ یعنی کار چی الان؟ توی از شرکت میرم. چیکار میکنی؟ شرکت نساجی. نساجی؟ بله. آه یزد نساجی داره؟ اختیار داری؟ اختیار داری؟ من عاشق لهجه یزدی هم، یعنی دوست دارم. آقا یزد جای عجیبیه، کیک یزدی همه جا یه جوره، تو یزد یه چیز دیگه است. واقعا فالوده هاشونو خوردیم بفهم. شما هم دفعه دیگه خونه ایشون دیگه صحبت خوراکی شد. شهاب با همه مردم جهان تنها میزن. بفهم. خدا نگه. خدا نگه. خب دوباره با پیامک های شما اومدیم، حتما نظراتتون برامون بفرستید. از کجای برنامه بیشتر خوشتون میاد؟ از کجاهاش متنفرید؟ دوست دارید سر به تن کدوم آیتم ها نباشه؟ زودتر بهمون بگین، من براتون چند تا از پیامک ها رو بخونم. برامون نوشتن چرا رنگ دکورتون شبیه سس خردله؟ برای اینکه گشنتون بشه. شالیز از لاهیجان نوشتن بیشتر از چای لاهیجان بگین. اونم چشم، چای دوست داریم. و آقای رضایی از مشهد گفتن که چی؟ خیلی بیمزه و لوسی. شما عصبانی هستین، من بعدم باهاتون تماس میگیرم. گفتن چرا این برنامه نباید هر شب پخش بشه؟ مگه چقدر به ما میدن؟ شبکه پولشو نمیدن. بس دیگه. محمود از بندرعباس نوشتن آیتم های نمایشی نیاز به تقویت داره. به عنوان بازیگر اعلام آمادگی میکنم. باشه. و گفتم با فامیل چند تا از بازیاتون توی خونه انجام دادیم، خیلی خوش گذشت. خدا را شد. خانم مریم نوشتن من هنوز موفق به دیدن برنامه نشدم، ولی تعریفش رو از جاریم شنیدم، پس عمرن اگه نگاه کنم. چرا؟ نگاه کنید. خانم طاهره از سنندج گفتم برنامه تون گرمای خوبی داره، فقط امیدوارم در مصرف گاز صرفه جویی کرده باشید. و گفتن انواع در و پنجره دوجه داره با نصب رایگان در محل صرف و... داری تبلیغ میکنیم؟ نه مرسی. دوست آخه اینا رو ما دوران مدرسه هم انجام نمیدادیم. مدرسه من هیچ وقت منو تو هیچ جایی راه نمیدادم. من دوم راهنمایی اولی به خدا راست می نه اینو راست گفتی. دوم راهنمایی من رفتم گروه سرود، یعنی سفارش کردن مثلا فلانی گفته بود به معلم پرورشی اینو ببرید تو گروه سرود. بعد من سن بلوغم زودتر افتاده بود، همشون صداشون اینجوری بود مثلا خرم و آباد باد. من میگفتم خرم و آباد. بیاره بیرون. من یه خاطره بگم از درس خوندن. امکان نداره تو از درس خوندن خاطره داشته. نه ما سخت درس میخوندیم، نمیدونم چرا. دوره راهنمایی مخصوصا من راهنمایی رو عبدالله اون موقع به خاطر یک درس کل سال رو مردود میشدیم. مثلا نبود که مثلا ریاضی، من عاشق ریاضیات بودم، 25 صدم میگرفتم، 25 صدم نمره رکورد زدم. اونم به خاطر عشقت بود اون 25 صدم. به خاطر ریاضیات من راهنمایی رو 6 ساله خوندم، اول دوم دوم، بعد همه درسام خوب. ریاضیات دیگه آخرین سال سوم راهنمایی کل مدرسه بسیج شدن که منو قبول کنن. حالا تو اون دوران که درس نمیخوندم، خدا رفتگان تو بیامرزه، پدر ما یه بار گفتش که
چرا درس نمیخونی؟ اصلا این چه وضعیته؟ دیگه اصلا تو لیاقت مدرسه نداری، لیاقت امکانات نداری، این همه امکانات چرا درس برن شو؟ میخوام دور ببرم کارگری کنی. داداشم هم بود، یک روز صبح به جایی که بریم مدرسه ما رو سوا که برد ساندویچی دوستش، بعد گذاشت اونجا و رفت. ما یه ذره چیز کردیم، بعد اونم چشمک اینا زده بود، بعد دوست با اون گفت خب تو بیا تی بکش، تو بیا اینجا نونا رو بذار اینجا، این سوسیسا رو خورد کن اینا. آقا ما رو یه ذره گذشت عاشق این کاره شدیم. بابام غروب اومد دنبالمون دید حرفه‌ای داریم سوسیس درست کنیم. بعد گفتم برو ما میام. گفت بیام بابا بیام. صبح خودش برد و گذاشت دوباره مدرسه ما رو. فکر نمی‌کرد علاقه من اصلا امکان نداشت. آره آفرین. خب میموندیم الان یه ساندویچ. آره شام امشب مهمون شما بودین. نه آشپزیش خوبه. من در حد تهش یاد گرفتم. سوسیس رو داداشم میذاره. خدا شما آشپزیش خوبه. بد نیست. خب خدا شکر. اما کی میاد الان؟ هنرمندی که تشریف میارن شاعرن از پردیس کرج، 39 ساله، مهندس مکانیک، بعد از اون تحصیلات حوزه هم دارن. یعنی چند وجهی. علی اکبر مدرس زاده رو تشویق کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. وقت بخیر. خوشحالم که امشب خدمتتون هستم. این جمع شاد و پر انرژی، ان شاءالله که بتونم رو سفید باشم. آقا خوشحالم میبینم. من شما رو بیرون میدیدم فکر کنم حراستید، همین مواظب رفتارا. دوست داشتنی عزیز داداش گل من دست بده. یه شعر رو با یه بیت رو با یه تغییر خیلی کوچیک از استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد آوردم. همین روزاست که جمعیت پیر بشه، نیروی کارمون زمینگیر بشه. نبینی میخندم، نبین میخندم، از روزی بترس که مسلسلا بدل به تکتیر بشه. بچه به دنیا بیارن با نزور، اغلبشون یه دونه اون هم به زور. قالب عوض شد عزیزم، حرج نیست به شاعری که کم کمک پیر بشه. یه روز شهری که جوون نداره، تعجبی نداره تسخیر بشه. خلاصه قصه تلخه و میترسم پارو اگه بشنوه کفگیر بشه. مریض زیاد میشه و دکتری نیست، درد و بلا شاید فراگیر بشه. شهرها میشن خالی و قبرستونا پر میشن، ای کاش که تدبیر بشه. تدبیرش اینه که همون تدبیره، همین تدبیره رو دیگه نذار دیر بشه دیگه. بابا پاشه یه کاری بکن. چرا وایسیدی بر رو بر من رو نگاه میکنی؟ چی میخوای بکنی؟ چه کار ربایی هم برای ایرانم گفتم که انشاءالله جان من فداش بشه اگر اجازه بدید تقدیم کنم. دست بزنید. واقعا جمله دلنشین بود. علی اکبر جان نصف تیم زمین ها نوکرت. سلام. بفرم. هر کس که در عالم دعایش باشد، هر گوشه از این جهان که جایش باشد، گر اسمی از ایران ببرد باید که یک پوشک ضد آب پایش باشد. به افتخار ایرانمون. به افتخار منم اگه خواستی دلو بزن. جم نمیزنن بهترین بهانه بود. این کشور زیبا وطن ماست، افتاد آن پرچم خوشگل کفن ماست، افتاد در هشت بهار پرهماسه تاریخ، فهمید داداش کد تن ماست، افتاد و آخرین ربایی. با جام شراب و دلبرش میخندید، با نقشه شوم در سرش میخندید. میخواست دو سه روزه بیاید ایران، میخواست دو سه روزه بیاید تهران، صدام به گور پدرش میخندید. خیلی ممنون علی اکبر
مدرس زاده عزیز که خدمتتون گفتم مهندس مکانیک و به هر حال شاعر و دروس حوزوی و می‌خوایم بزرگشونه چیکاره بشین شما؟ همین آخه هنوز داره ادامه میده. آفرین. بچه‌ها که از نزدیک میشناسنش خوب شد نگفتی خلبان. خلبان. بچه‌ها میگن که پای منبرم که میره میشینه مسجد اینا میره دیگه. مثلا به حاج آقای مثال میده. مثلا حاج آقا داره یه داستان تعریف میکنه میگه حاج آقا اون قضیه هم بگید. جوکر رو بگو. آره اون جوکر هم خودتون اشاره کنید. آره خلاصه حضور ذهنش عالیه. ممنون. نظر داور رو میشنویم. دو تا سفید نقدن از شهرام داری و خانم نظام دوست. الان شهابم سفید شد چراغش و خانم خودتون شروع کن. خیلی دوست داشتم، خیلی پر انرژی، خیلی ما رو همراه میکرد توی این حماسه‌ای که داشت میآفرید و خیلی من دوست داشتم. به نظر من پر انرژی اومدین و انقدرم شعرها با مزه و خنده گرفت و خب همین کافیه دیگه. بله. یعنی شما یه طنزی رو توی شعرت داشته که قشنگ بود و قشنگم اجرا کردی. آره اجراش هم باحال. به نظر من خیلی عالی بود. خب شهاب جان ازدواج کردی خودتون؟ بله. بچه داری؟ سه تا. آها خوبه. باش. برای همین نسخه رو خوب میپیچی. الان میگه بچه نهزت هم ادامه دارد کمون کن. الان میگه بچه اولم 43 سالشه. دست در نکنه. خوب بود. بله اکتات هم خوب بود و امیدوارم که به همین فرمون بری. زنده باشی ایشالله. خب آقای شکیبا سفید بفرم. من میخوام اصلا راجع به شعرت هیچی نگم، راجع به طنز هیچی نگم. یه چیزی بگم که خیلی واجبه جاش الانه. من سه تا رباعیاتو خیلی دوست داشتم. کاری به طنزش ندارم، کاری به زبانش ندارم، کاری به زبانش ندارم. اینجوری شد. آره چرا حالا میدونید که گاهی اینجوری میشه. مثلا تیتر روزنامه بود به دلیل نیاز در داخل صادرات پیاز ممنوع است. بله فاعلات و مفاعل و فعل. لطفاً از آوردن اطفال خودداری کنید. فاعلات و اینا گاهی موضوع میشه. میان من دیگه حرفی ندارم باشه برای بعد. ببین وطن پرستی رو با نژاد پرستی اشتباه نگرفتی. من همیشه یکی از دغدغه‌های منه وطن پرستی باید باشه. دست همه ی وطن پرستارم میبوسم. همونقدر که این شریفه نژاد پرستی کار قبیحیه واقعا و کار بدیه. من حالم به هم میخوره از کسی که نگاه نژاد پرستی داره. هر چقدرم میخواد ادای روشنفکری دراره. من ایرانیم، او عرب است. من ایرانیم، او جرمن است. من ایرانیم، او انگلوساکسن است. اصلا این حرفا نیست. وطن پرستی رفتار شریفی است و همیشه برای من عزیزه. اصلا ربطی به طنز نداشت دیگه. به اینجام رسیده بود. قربونت برم. من زنده باد. متشکرم. یه غزلی فکر کنم مال علی داوودیه که هر شب میان مقبره ها راه میروم شاید هوای زیستنم را عوض کنم. بعد ناصر فیض عزیز یه استقبال کمدی از این میکنه طنز. یکی از بیتاش خیلی 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 بیت خوبیه. وطن پرستانه است. میگه مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. یعنی آفرین. دست بزنیم برای شما. سه تا رباعی خوندی اصلا کلن جهت برنامه عوض شد. یعنی میتونیم مثلا استاد شما از شعرهای جدیدتون بخون. در مورد وطن پرستی و میهن دوستی انقدر شعرهای زیبا هست. نمیخوام بگم کم ارزش بود کار شما، ولی خب طبعا اجازه داریم که ما شیفته شعرهای بهتر باشیم. ولی برنامه ما چون برنامه بگو بخنده، من یعنی دوز شهرام عزیز گفت من کاری به طنزش ندارم، کاری به شعرش ندارم، وطن پرستی و میهن دوستی رو مطرح میکنه که خب این یه سلیقه است و قابل احترام هم هست. حتی ما هم تاییدش میکنیم. ولی چون برنامه بگو بخنده، ما اجازه داریم که دوز خندش رو اندازه گیری کنیم. از اون بابت نمره شما ضعیفه. نمره دارید، ولی چون ما در همین برنامه شعرهایی
با دوز بیشتر خنده شنیدیم، من برای تنوع هم که شده اجازه میگیرم از شما که یه قرمز که رنگ سه تا سفید یه قرمز. متشکرم، خیلی ممنون. آقا اجازه بفرمایید بنده جهت بدرقه شما بود. موسی من یه نکته رو بگم ها، البته آقای مدرس زاده، من شعر اولت رو خیلی دوست داشتم، اون رو راجب طنزش حرف نزدم، ولی این سه تا درست میگن استاد، دوز طنز خیلی پایین بود، چیز دیگریش برامون، ولی تو شعر اولت نه اینطور نبود. بله، به افتخار آقا و به افتخار ایران که خیلی حرفش شد. متشکرم. بفهم منتظر باش تا آخر برنامه میرم. خیلی خلاصه میخواستم اینو بگم، اسپین آف شعب دقیق میدونه چی میگم، یه و علاوه استاد خمسه که به ما تدریس میکنه، مثلا یه داستان حاشیه‌ای رو از یه سریال اصلی پی میگیرن، یه سریال بزرگترش میکنن که فقط از تو اون یه گوشه ایش آوردن، این خودش میشه اسپیناف. اگه بخوام یه اسپیناف ادبی براتون مثال بزنم که جزء مطالعاتم بوده، داستان رستم و سهراب رو شنیدیم، تنها جایی که رستم سیاهه، یعنی خنجر میکشه و پسر خودش رو میکشه دیگه، نوشدارو نمیرسه و فلان. یه شاعری داشته اینا رو برای بچهش تعریف میکرده، صدها سال بعد از شاهنامه و فردوسی، میگه بابا چرا بچهشو کشت؟ و این بابا تو فکر فرو میره، من چی بگم به این بچه؟ من همیشه گفتم رستم کارش درست بوده، آدم خوبی بوده. شب میخوابه، رستم میاد به خوابش، طولانیه، مال استاد شجاعپوره که اخیراً از دست دادیم ایشونو. میدونی چی میگه؟ میگه من میدونستم از اول که این سهرابه، اولین بار خودم سنجیدم، گفتم اصلا بذار این منو بکشه، این جوونه، پسر منه، اشکال نداره، پهلوانی میمونه توی سیستم و توی خانواده ما. میگه وقتی منو بلند کرد برد رو آسمون که بکوبتم زمین، پرچم ایرانو برعکس دیدم، فهمیدم جنگ من با سهراب نیست، جنگ ایران و تورانه، به خاطر ایران از خودم و سهراب و رستم بودنم و همه چیزم گذشتم، در دو کشتی رستم و سهراب رو کشتم. وطنه که گاهی از همه چیزهای عزیز برامون عزیزتره، امیدوارم قدرشو بدونیم، حتی اگر گاهی تلخ، حتی اگر گاهی با خاطرات سخت، ولی کنار هم باشیم. دست بزنید به افتخار خودتون. و البته دلم نمیاد یاد نکنم از همه کسایی که خونشون رو دادن برای کشورمون، از شهدا هم یاد میکنیم، بازم برای خودتون دست بزنید. خیلی ممنون.